اما چنانچه آخوند شیعه پاش در میدان سیاست باز بشود، بزرگترین نکبت در اون جامعه رایج خواهد شد. شما نگاه کنید به اخلاق اینها، شما نگاه کنید به رفتار اینها. زاهدترین اینها دوزترین آدم جهان ممکن است باشه. یعنی شما به جبین آقای احمدی نژاد بنگرید، وقتی لبخند میزنه لبخندش گویی درد و رنج گدایی و توسری هزار سال در سامره رو با خودش داره. میگو این فقیرترین و بدبختترین آدم همین بیچاره است. به وجه این مرد فقیر این صورت و فقیر این ناسیه که یک لباس نو نمیاد بهش، به قول معروف متناسب نیست باشه که یک لباس خوب یک کت درست حسابی به تن احمد نشاد. این فقیر باید بگرد، ذاتش فقیره، ذهنش فقیره، این درست نماینده فقر شیعه است. یک کسی گمان میکنه خب این زاهد دیگه از این زاهدتر کفشش هم پاره است، پلوبرش هم پاره است، این جکتش، اما دستش که به دزدی میفته غارت میکنه. به جهت اینکه ما معیار اخلاقی نداریم در بین این آخوندهای شیعه. برای هر امری، برای هر چیزی یک امایی، اگری، کلاه شرعی، حضرت اینطوری گفت، مولا علی این کار کرد، پیدا میکنه برای جنایت راهی، پیدا میکنه، حتما پیدا میکنه. 1,000,000 حدیث برای ریپ کردن زن مردم هم داره، برای دزدیدن اموال مردم انواع احادیث داره. این همه حیف و میل شده در مملکت ایران در این 30 سال گذشته، 33 سال گذشته، یک نفر شما ندیدی محاکمه بشه، مجازات بشه. هشت سال این کشور در دست این مرد، نمیدونم چی اسمش، باید چی گذاشت، با اون لبخندش و با اون نگاهش، وقتی لبخند میذاره میگه داره گریه میکنه. بعد این است که بارها عرض کردم، ابن خلدون هم بر این بود و پیش از آن و بعد از آن بسیاری از او آموختن که بدترین وضعیت در جامعه زمانی حاکم است که آدم دینی کار سیاسی بکند، آخوند و ملا بخواهد کشور اداره بکند. باری اجازه بدید که شنیدم این آخرین روزی که این آقا چیز کرد، این آقای زاهد، این آقای احمدی با کت پارش، غارت کامیون رو برد غارت کرد، راهشو پیدا میکنه، داره در کتابش. رافضی هیچ کاری نیست که رافضی انجام بده و در قرآن پیدا نکنه. میگوید در قرآن امام زمان پیش بینی شده، میگه آقا خجالت هم خوب چیزیست، بیچاره محمد نه ادعای غیب کرد، نه ادعای خوندن آینده کرد، نه چنین چیزی، دقیقا اون پیداش میکنه میره به شما نشون میده. رافضیه دیگه. ابن راوندی میگوید از این 72 فرقه اسلام هیچ یک را کافر نتوان خوند جز رافضی. میگوین اسلام به 72 فرقه تقسیم شد.